سلام، امیدوارم شما آماده باشین که غیر از درس خوندن بتونیم مهارت‌های دیگه هم برای موفق شدن توی خودمون پرورش بدیم. من امروز میخوام با یکی دیگه از آدم‌های معمولی اما موفق جامعهمون صحبت بکنم، ببینیم که ایشون موفقیت رو از چه دیدگاهی میبینه و چه مهارت‌هایی رو توی خودش پرورش داده و البته خانوادش بهش کمک کردن که بتونه جز آدم‌های معمولی موفق بشه. البته حتما ازشون سوال میکنم که خودشون آدم معمولی میدونن یا یه آدم جینیس، یعنی نخبه میدونن. خیلی خوشحالم که همتون هستین. خیلی خوشحالم امروز چقدر سریع همه جوین شدن. خب برای من بگین که شما خودتون فردی هستین که دوست دارید این ویژگی های افراد معمولی اما موفق رو توی خودتون پرورش بدین. چشم، حتما خودم خیلی دوست دارم این مدل لایو رو. و یا اینکه میخواین به بچه هاتون یاد بدید، یعنی در واقع شما یک فردی هستین که الان خودتون رو موفق میبینید اما فکر میکنین که به غیر از اینکه برو درس تو بخون چیز دیگه به بچه‌تون نگفتین و الان می‌خواین ویژگی‌های دیگر رو توش پرورش بدید. بگید ببینم شما از والدین هست. من دستامو کرم زدم اینقدر که دستامو میشورم، نمیدونین چه خبر شده. خب چند تا از نوجوانامون رو اینجا میبینم، خیلی خوشحالم که هستین. بگید از مادرها هستین، از پدرها هستین، از همکارا هستین یا از نوجوانها. ببینم امشب کیا رو داریم اینجا. از مادرها، به به، از نوجوانا. خیلی باعث افتخاره که نوجوانایی میان اینجا که میتونستن الان تو پیجای خنددار مشغول باشن. جوان جویای نام، عالی، اونم خوبه. خب امروز داستان اینه که میخوایم با یکی از آدمای معمولی اما موفق صحبت بکنیم، ببینیم که آقا این آدما چجوری با وجود معمولی بودن موفق شدن. ما هم یاد بگیریم، ما هم چهار تا از این کارهایی که اونا کردن رو بکنیم ایشالله. ایشالله ماشالله. خب مامان دیگه ببینیم کیا هستن. خیلی خوشحالم. خب بریم که از مهمونمون دعوت بکنیم. مهمون کجا هستی؟ مهمون سلام. سلام آقای بابای الان یادم میاد اسمتون رو دیدم یادم افتاد. سلام آقای نوید. سلام، خیلی خوشحالم که بین شما هستم امشب تو این لایو. مرسی امام، خیلی خوشحال هستیم که شما طبق معمول جاتون عوض نکردین و همیشه همونجا میشینین. اوکی. خب نوید فکر کنم میذارم صدات ضعیفه ها. صدام ضعیفه. کمه. آره. بذار من یادم بیاد اسم این، اتفاقا چقدرم به فکر آقای حکیمی اگر اشتباه نکنم. آقای حکیمی خودتون هستین؟ من اشتباه نکرده باشم. خب همچنان صدا ضعیفه؟ بله، صدای مهمان رو ندارم. صبر کنید من هدفون بذارم. بابای نیکان. بله 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 بله، خیلی خوشحالم که هستین. خیلی خوشحالم، امیدوارم نیکان و خانم گلتون هم خوب باشن. خیلی خوشحالم مراجعین قدیمی رو میبینم. خب من الان صدا چطوره؟
آه عالی شد، عالی شد. گوشی عوض میکنیم ولی بازم نه آخه تلفن بس نبود، بعد این گوشی سوکتش زیرشه، بعد اینجوری من باید گوشی رو بگیرم در اسخایی میکنم ولی دیگه. خب من یه پریویوی بدم تمام کسایی که در ما رو میبینن. آقای نوید داریا مشاور کارهای آیتی من هستن، مشاور سایت و سئو و کارهای اینجوری هستن که البته خودشون رو بیشتر معرفی میکنن و من توی این مدت که باهاشون کار کردم جزء معدود افرادی بودن که هرسم نمیدادن راحت بگم، به خاطر اینکه من روی وقت شناسی و روی مرتب بودن کارا خیلی حساسم و وقتی که کسی اینجوری نیست خیلی عصبانی میشم و استرس میگیرم وقتی که روی برنامه چیزی پیش نره. بعد گیر یه آدم خیلی مرتب تر از خودم افتادم که روی منو کم کرد واقعا. و سر صبر همه کارا انجام میداد و همیشه به موقع سر جلسات حاضره و همیشه دست پر حاضره و اطلاعاتشو به روز میکنه و خلاصه این ویژگی ها بود و اینا که یه روز داشتم باش صحبت میکردم که تو اصلا چی خوندی چیکار کردی، بعد داستانشو که شنیدم گفتم او تو قشنگ همون جز همون افرادی هستی که من دنبالشون میگردم که باشون مصاحبه بکنم ببینم چه ویژگی هایی دارن که مثلا موفق شدن. اما قبل از اون میخوام که ازت یه سوال بپرسم. البته خیلی سوال دارم ولی خب الان بذار شروع بکنیم. سوال اول من اینه که تو خودتو آدم معمولی میدونی یا آدم نخبه؟ من خودم آدم معمولی میدونم، ولی خب عقیده دارم که آدم های معمولی انواع متفاوتی دارن و بعضی از آدم های معمولی خب میتونن زندگی شادتری داشته باشن، بعضی از آدم های معمولی زندگی غمگین تری دارن، زندگی کم موتیویشن تری دارن، یا زندگی دارن که هدف نداره. من جز آدم های معمولی هم که اهدافم و ذهنیاتم برای خودم دقیقا مشخص دارم. و خب از نظر تو آدم نخبه پس کیه؟ از نظر من آدم نخبه آدمیه که شاید توی زمانی خیلی کوتاه‌تر از ما آدم‌های معمولی میتونه یه سری مهارت‌های خاص رو یاد بگیره. برای مثال من اگر الان مثلا یک دانشی در زمینه برفر طراحی سایت دارم، خب برای این دانشی که الان به دست آوردم خیلی زمان زیادی صرف کردم. الان من مثلا 28 سالمه، ولی ممکنه یه آدم نخبه توی سن 21 سالگی یا توی سن 20 سالگی اگر به این حوزه علاقه من باشه بتونه همین میزان دانش که من الان توی 28 سالگی دارم داشته باشه. البته باز من یه نکته بگم، من نمیدونستم که اسم این سری لایو افراد معمولی موفق هست، چون درسته که من خودم رو افراد معمولی میدونم اما هنوز درباره موفق بودن مطمئن نیستم. آها آها، چون سوال بعدی من اینه که تو اصلا موفقیت رو به چی میدونی؟ اول تعریف ما بده که ببینیم حالا چقدر بهش رسیدی یا نرسیدی. من موفقیت رو، خب هر کسی یه سری اهداف قطعا توی زندگیش داره، ممکنه حالا بعضی هم نداشته باشن، ولی کسانی که اهداف یک سری هدف هایی دارن توی زندگیشون در جهت اینکه به اون هدف ها برسن خب حرکت میکنن. من افراد موفق رو افرادی میدونم که زمانی که دارن در جهت رسیدن به هدف هاشون حرکت میکنن ساده تر این مسیر رو دارن پیش میرن، یعنی توی این مسیر خوشحالن و حال خودشون خوبه. بعضی وقتا من به بعضی از هدفام توی خیلی از قسمت‌های زندگیم رسیدم، ولی در راه رسیدن به اون هدف‌ها خیلی احتمالاً ممکنه که حالم بد شده باشه یا لحظات خیلی سختی رو گذرانده باشم که بعدها دیدم برای اون هدف خاص شاید ارزشش رو نداشته، البته برای خیلی از اهدافم ارزشش رو داشته.
خب اون اهدافی که میبینم که اون زحمتی که کشیدم و اون راهی که رفتم و راه سختی بوده و براش اون زحمت ارزش نداشته، اونا رو خب به هدف رسیدم، ولی خودم رو در اون زمینه موفق نمیدونستم. خب پیدا شدن، در واقع مواجه شدن با مشکلات که برای همه هستش، اما چجوری برخورد کردن باهاش خیلی مهمتره. حالا من میخوام با توجه به این تعریفی که کردی ببینم تو چقدر در چند درصد با توجه به امکاناتی که داشتی، توانایی که داشتی، تونستی به همین استانداردی که گفتی برسی. خب راستش رو بخوای من یه سری ویژگی هایی دارم که اون ویژگی ها باعث شده که شاید من راحت تر از بقیه به هدفم برسم، با وجود اینکه خودم فرد نقطه‌ای نمیدونم. برای مثال خب دید حاکم بر جامعه و دید حاکم بر همه افراد و دنیای امروز اینه که روابط اجتماعی بالا یا روابط اجتماعی خوب، آدمایی که خیلی روابط عمومی خوبی دارن یا خیلی خوب میتونن ارتباط برقرار کنن، کانکشن بزنن، دوست پیدا کنن، و آدم های اینطوری که مثلا توی جمعی تا میشینن جمع میتونن تو دستشون بگیرن، دید حاکم بر جامعه الان این که اینا آدم های موفقی هستن. منم خودم تا حدودی این دید رو قبول دارم، ولی در مورد من دقیقا اینجوری نبودن بوده که خیلی جا کمک من کرده. برای مثال من زمانهایی رو یادم میاد که توی شرکتهایی که کار میکردم یا توی محیطهای کاری که کار میکردم، خب زمانی که بقیه همش داشتن در مورد چیزهای مختلف حرف میزدن یا در مورد توی در حال انجام گسترش روابط اجتماعیشون بودن با آدمهای دیگه یا با کارمندای دیگه، من توی همون زمان ها به دلیل اینکه خب اون ویژگی و اون توانایی رو نداشتم و کلا اون استعداد رو ندارم، در حال ریسرچ و تحقیق کردن و خوندن داکیومنت های جدید و چیزای اینطوری بودم. یعنی در حال این کار بودم که درسته که من اون ضعف رو دارم که روابط اجتماعی خوبی ندارم، ولی بیام خب این از این ضعفم استفاده کنم و از این طرف به وزنه دانشم استفاده کنم که جای اونو بگیره، که الانم فکر میکنم دقیقا همینطوری شده. اونقدر بعضی جا وزنه دانشم زیاد شده که نیازی نیست من این ویژگی رو داشته باشم برم کانکشن کاری بزنم، ارتباط کاری پیدا کنم. خیلی از آدم خودشون میان سمت من. تو سن 28 سالگی آره. که وقتی وارد جلسه میشی مثلا فکر میکنن که شما یه مرد 40 ساله ای از نظر اطلاعات. اشاره نکنم به جلسات کارمون. نه دیگه در حد که تو لطف داری. آره، ولی خیلی نکته مهمی گفتی، چون شاید خیلی ها فکر بکنن دقیقا که کسایی که میتونن خیلی برونگرا باشن، اجتماعی باشن، ارتباط بگیرن، صحبت بکنن یا قدرت کلام خیلی خوبی داشته باشن افراد موفقی هستن، در حالی که تو داری میگی فرد کم حرفی هستی، حالا اونجوری هم که من شناختمت، و درونگراتر هستی و کمتر، حالا مثلا نه که وارد اجتماع نشی ولی اونطوری گرم و گیرا بخوای بری جلو و حرف بزنی و کانکشن ایجاد بکنی نیستی، اما از این پوینتت استفاده کردی و اون تایمایی که بقیه داشتن صحبت میکردن و معاشرت میکردن تو کلی به دانشت اضافه کردی، سرچ کردی، مطالعه کردی و اینجوری تونستی توی کارت موفق بشی. خب حالا الان پس از این نظر تو آدم موفق هستی؟ آره، از این نظر موفق میبینی؟ میدونی من راستش بخواین حالا هم برای تو بگم هم برای همه کسایی که دارن میبینن، من با افراد قبل از لایو هام سوالا رو چک نمی کنم، خب، و بهشون نمیگم چه سوالایی دارم، به خاطر اینکه خودشون باشن، به خاطر اینکه هرچی دلشون میخواد بگن، و اینجوری واقعی تر هستش تا اینکه من بیام یه سری سوال کلیشه‌ای بدم اونا قبلش بهش فکر بکنن حاضر آماده بخوام بیان. برای همین
من میخوام که همینجا از جوابای خودت استفاده بکنم و ممکنه موفقیت از نظر آدم های مختلف متفاوت باشه، ممکنه معمولی بودن از نظر آدم های مختلف متفاوت باشه، ولی تا اینجاش متوجه شدم طبق اون چیزی که گفتی تو آدم معمولی هستی که تا حدود زیادی به اون موفقیت هایی که میخواستی حالا بر اساس استانداردی که گفتی تونستی بر اساس شرایط خودت، ویژگی شخصیتی خودت، امکاناتی که داشتی برسی به اون موفقیت. خب حالا برسیم به این داستان که الان تو بگو، الان تو چه وضعیتی هستی، چه خوندی، چیکار داری میکنی، کجا هستی و همه اینها، بعد برسیم به این که تو چی بودی، چی شدی. خب الان که من محل زندگیم که وین هست، اتریش هست، به خاطر اینکه دانشگاه ملی وین پذیرش گرفتم برای رشته اینفورماتیک و همچنان در حال تحصیل همین رشته هستم توی مقطع لیسانس دوباره. بعد کاری هم که میکنم در حال حاضر به یه سری بیزینس های ایرانی و یه دونه فقط بیزینس اتریشی دارم مشاوره میدم در حال حاضر، و اینکه توی پلتفرم مایکروسافت کامیونیتی، اگه حالا دوستان بشناسن، مایکروسافت کامیونیتی جایی هست که آدم های معمولی میرن سوالاشون رو درباره سرویس های مایکروسافت میپرسن به عنوان مشاور غیر وابسته، چون اونجا آدم ها از کتگوری های دستبندی های مختلفی مشغول به کار هستن. مشاور غیر وابسته کسایی هستن که وقتی یک سوالی توی مایکروسافت کامیونیتی یا انجمن مایکروسافت براش جوابی پیدا نشد، سوال ارجاع داده میشه به اونا. و من تو اون بخش مشغول به کار هستم به عنوان فریلنسر، که فکر میکنم ترجمه فریلنسر میشه آزادکار به ایرانی، یعنی کسی که هر میشه ساعتی که دلت خواست دورکاره، دورکاری میشه فکر کنم، فریلنسر فکر کنم الان همه بدونم، آره کسی که جا و مکان و وقت و ایناش مشخص نیست، هر موقعی که باید اون تایم و اون کار رو خودش تعیین میکنه که کی انجام بده، چجوری انجام بده. دقیقاً الان من به عنوان فریلنسر اون کار رو انجام میدم و خب عضو، یعنی سرتیفاید شده مایکروسافت برای انجام این کار توی بخش زبان آلمانی هست. بله پس به زبان آلمانی هم مسلط هستی. بله. به زبان انگلیسی چطور؟ به زبان انگلیسی نه به اندازه آلمانی خوب، ولی خب میتونم صحبت کنم، یعنی تا حالا اینجا مصاحبه هایی داشتم که با زبان انگلیسی باشه، ولی پس تا اینجا پس تا اینجا سه تا زبان میتونی صحبت بکنی، فارسی، آلمانی و انگلیسی. آره. اوکی. خب دیگه چی؟ دیگه چه چیزی میخوای در مورد کارت بگی؟ دیگه فعالیت های من توی ایران توی دیتا سنتر بانک ملت کار میکردم، دیتا سنتر مرکزی بانک ملت، که کار مجازی سازیش رو انجام میدادیم و این سیستم های اینترنت بانک و اینا، اگر ارتباط قطع نشده، سیستم های اینترنت بانک و سرویس های اینطوری بانک ملت رو پشتیبانیش رو انجام میدادیم. کار قبلیم توی یه هتل بوده که کل شبکه آیتی شو به همراه یه تیم 4 نفره ساختیم، و همینطور توی وبسایت تکتیک که یکی از بزرگترین مراجع فارسی زبان حوزه‌های تکنیکال و در واقع حوزه‌های آی‌تی هست، به عنوان کانتنت کریئتور یا تولید کننده محتوا مشغول به کار هستم، که فکر کنم حدود 800 تا توتوریال یا مقاله فنی الان توی اون سایت دارم. چقدر تا؟ 800 تا. 800 تا مقاله داری؟ البته مقاله فنی هستش، یعنی مقاله تاتوریال هست، مقاله دانشگاهی نیستش، مقاله هستش. باشه که آقا ما دفتر خاطراتمون هم 800 صفحه نیست. آره والا. خب خیلی عالی. خب حالا نوید، الان از جایی که هستی، از شرایطی که در حال حاضر برای خودت ساختی، راضی هستی؟ میتونم بگم درصدی بخوام بگم، میتونم بگم 80% آره. البته من اشاره بکنم نوید به خاطر اینکه فنی هستش همیشه سوالات من رو با 0 و 1 نمیدونم
اینقدر درصد اینجوری هستش، اینطوری جواب میده. بعد مشاوره مثلا همش فکر میکنه همه چیزم بعد مشاوره های متفاوت داشته باشه، مثلا این قسمت تخصص فلان، اون قسمت تخصص فلان. خلاصه که آره با آدم خیلی دقیقی طرفم. خب حالا میخوام به من بگی تو دبیرستان چی کار میکردی؟ چی شد که موفق شدی بری پذیرش بگیری از دانشگاه ملی وین با فاند و بری اونجا در... با فاند نیست؟ نه با بدون فاند اصلا پذیرش بله. بگیری و بری اونجا درس بخونی. چی شد که تونستی این کار بکنی؟ اول بگم که رشته دبیرستان من هیچ ارتباطی به آیتی نداشتش. رشته دبیرستان من تجربی بود، چون که زمانی که من دبیرستان بودم علاقه خیلی خیلی زیادی به علم ژنتیک داشتم و اصلا میخواستم تو دانشگاه برم ژنتیک بخونم. بعد توی همون زمان توی ایران دوتا مجله خیلی معروف بودن تو حوزه آیتی و تکنولوژی، یکی مجله عصر شبکه بود، یکی مجله کاربر که بعدا تبدیل شد به مجله پیوست. من اینا رو همیشه میگرفتم تو کلاسای مدرسه، حالا بعد آموزی هم داره ولی زیر نیمکت من مجله همیشه باز بود داشتم اینا رو خوندم. بعد آموزش چیه؟ بعد آموزش اینه که سر کلاس مثلا زیست بود که من داشتم مجله آیتی میخوندم. آقا ولمون کنین همه، بگه همه باید چارچشمی به تخت چشم بزن. و اینکه همزمان مادرم اومدن پیشنهاد دادن که برم توی مجتمع فنی تهران یه سری دوره های مرتبط با آیتی بگذرونم، از جمله دوره خیلی ساده که احتمالا همه میشناسن، دوره ICDL و بعدش دوره A پلاس که آشنایی با سخت افزار و سیستم عامل هست. بعد از اون زمانی که به کنکور رسیدش من تقریبا فکر میکنم که توی کنکور تجربی هیچ رشته خاصی قبول نشدم و توی چون کنکور زبانم داده بودم اون موقع به خاطر علاقه زیادی که به زبان داشتم، کنکور رو دانشگاه سمنان قبول شدم، دانشگاه دولتی، و همزمان دانشگاه آزاد هم به دلیل علاقه که به آیتی پیدا کرده بودم رشته نرم افزار دانشگاه آزاد شیراز قبول شده بودم و رشته آیتی دانشگاه آزاد ساری که در نهایت هم دانشگاه شیراز رو انتخاب کردم، یعنی دانشگاه آزاد شیراز رو انتخاب کردم. بعد خب ببخشید ببخشید، چی شد که مامان این وسط که تو تجربه بودی بهت پیشنهاد دادن که بری کلاسای فنی، یعنی چی گفتی کلاسای چی فنی؟ کلاسای مجتمع فنی تهران. مجتمع فنی. آره. خب چی شد که مامان به ذهنشون این رسید که تو غیر از رشته خودت بری مثلا کلاسای متفرقه دیگه برداری تو این هیته؟ خب یه بخشش که باید از مامان بپرسیم، ولی خیلی کلا مادر من آدمی که خوبی داره خوبه و اون زمان پیشبینی میکرد که در نهایت ممکنه که این رشته ها خیلی بولد بشن، که همین اتفاق هم افتاد. و از اون طرف هم علاقه منو خوب بیدید، مثلا من تو خونه تمام شماره های مجله عصر شبکه رو که اون موقع بودش، الان دیگه بکنم منتشر نمیشه، مثلا داشتم و 24 ساعت من با این چیزا یا پشت کامپیوتر میگذشت. مثلا من همون موقع یک وبلاگ داشتم که همینطوری به خاطر علاقه شخصیم درباره مرورگر اپرا مثلا مینوشتم. خب خیلی چیزای ساده بود ولی همه این چیزها رو مادر من میدید و این شد که این پیشنهاد رو داد. یه بخشش هم بک‌گراندی بود که از لحاظ خانوادگی، خب خواهر منم فوق دیپلمش همین رشته بود توی ایران و برادرم هم توی همین رشته داشت کار میکرد. یه بخشش هم اون بک‌گراند خانوادگی بود که همه با این حوزه ها آشنا بودن و خب
فکر میکنم مادرم میخواستش که منم یه پیش زمینه تو این حوزه ها داشته باشم که بعدها اگه علاقه شخصی خودم بود اون حوزه رو پرورش بدم، و این شد که من رفتم اون کلاس ها و خب خودم هم خیلی علاقه من شدم. یعنی توی اون کلاس ها خیلی استادایی که بودن بهم چراغ سبز نشون دادن و همین منو خیلی بیشتر علاقه من کرد. تا اینجاش متوجه شدم تو به حوزه هایی که علاقه داشتی خیلی عمیق می شدی توشون. شاید دقیقا. درس مدرسه رو زیاد مثلا نمی خوندی، حالا اگر اشتباه می کنم بگو اصلاح هم بکن، ولی شاید اونا رو نمی خوندی، ولی تو اون حوزه‌ای که علاقه داشتی خیلی پیگیری می کردی، خیلی عمیق می شدی. دقیقا همینطور. و رتبت توی کنکور چند شد؟ اصلا یادم نیست ولی فکر کنم دانشگاه سراسری رشته 30,000 رتبه 30,000 یا 18,000 اونقدر یادم نیست که فاصله شون بین 30,000 تا 18,000 فکر نمی کنم فرق بین 18,000 آره جفتش آخره، جفتش از آخر اول. نه آخر که نیست فکر میکنم. عبدت شما متولد چه سالی هستی؟ من متولد 70. آها مثلا دهتون با ما فرق میکنه ببینیم. آره. ولی تعدادتون زیاد بوده اون زمان. اون آره اون زمان هنوز زیاد زمانی بود که تعداد زیاد بود. آره. خب حالا با رتبه ای که حالا شاید اونقدر آنچنانی نبوده، خب مسلما دانشگاه سرسری نرفتی و رفتی دانشگاه آزاد شیراز رشته نرم افزار. خب بعدش خب دیگه اون زمان دقیقا 18 سالگی من بود که همزمان خب هم وارد یه محیط دانشگاهی شدم، همین که همزمان زندگی مستقلم شروع شد، چون که قبلش با خانواده تهران بودم و حالا تو شیراز تنهایی داشتم زندگی میکردم. و بعد از 3 ماه به پیشنهاد پدرم و مادرم گفتشون و خواهرم، یعنی کل خانواده حمایت کردن و اصرار که برو سر کار و این کارهای آیتی و اینا که بلدی رو سر کار پیاده سازی کن. یعنی همزمان درس خوندن. آره دقیقا بعد از 3 ماه بعد از شروع دانشگاه بود. بعدش خب اینجا شانس، اینجا پای شانس تو زندگی من اومد وسط که من معتقدم شاید خیلی ها این شانس رو نداشته باشن، ولی خب برها خدا رو شکر شانس با من یار بود و پدرم توی شرکتی که کار میکردن یه شعبه هم تو شیراز داشت که من رفتم همونجا تو بخش آیتیش مشغول به کار شدم. و باز توی بخش آیتی خیلی همکارایی که بودن، اولا که اینم باز یکی از شانسای دیگه هم بود که خیلی به شدت همکارایی بودن که به من چیز یاد میدادن بدون اینکه خصاصت توی یاد دادن بپرج بدن، چون بعدا توی محیط های کاری دیگه دیدم که خیلی ها این ویژگی رو دارن که اصلا چیزی به کسی یاد نمیدن. ولی من خوشبختانه از همون شروع کارم 2 تا همکار داشتم که به شدت به من مطالب یاد دادن و خب از اون طرف هم من خودم به شدت علاقه من بودم، یعنی کسای دیگه هم یاد میگرفتی دوست داشتی یاد بگیری. آره دقیقا، چون همکارای دیگه هم خب بودن توی همون شرکت ولی شاید اونا به اندازه من علاقه من نبودن. و من چون علاقه خیلی زیادی از خودم نشون دادم، دوباره همون زمان باز به پیشنهاد مادرم و پدرم اومدم اولین دورهای مایکروسافت رو توی یکی از آموزشگاه‌های همون شیراز استان فارس شرکت کردم که یک دوره 1 ساله بود و همزمان من داشتم کار میکردم و تمام اون چیزهایی که یاد میگرفتم دقیقا همزمان توی کارم پیاده سازی میشد. که حالا برای کسایی که علاقه من باشن دوره مایکروسافت رو شروع کنن، اسم این دوره MCSE هست که هنوزم وجود داره. پس این کار کرد، پس ها جزا بچه هایی نبودی که بگی من فقط باید درس بخونم و بشینی تو خونه که فقط درس بخونی؟ نه، و اتفاقا بعد از 1 مدت، یعنی بعد از 3 ترم، به حدی علاقه من به کارم زیاد بود که من حقوق خیلی کمی میگرفتم. حقوق من ساعتی 2,000 تومن بود توی اون شرکت. ولی من سال کی؟ سال 42؟ سال 89.
سال 89 ساعتی 2000 تومان. خیلی بابا کمی بود، یعنی به نسبت حتی فکر کنم اولش با ساعتی 1500 شروع شد که بعد لطف کردن شد 2000 تومان. و من یادمه که همین ساعتی 2000 تومن و من آخر ماه که می شد صورت وضعیت کاریم از بخش مالی می اومد، من 200 تا 250 ساعت در ماه فرم کردم. یعنی 200 تا 250 ساعت من در ماه فقط داشتم کار شرکت رو انجام می دادم و دیگه عملا وقتی برای درس خوندن نمی مون. خب حالا شانس آوردی که ببرنت سر کار دیگه، در این حد دیگه کار کردن خیلی، اونا هم شانس آوردن. آره هم دقیقا کسی اومده که همه کارشون رو انجام میده با 250 ساعت. ببین الان ویزای دانشجویی که میدن 20 ساعت کار داری، هفته 20 ساعت یعنی 80 ساعت در ماه اجازه کار داری. بعد اینطوری تو 250 ساعت ولی پر میکردی توی ایران. 250 ساعت پر اون زمان سال 89-90 تایمی هم بود که بخوابی و به کارهای شخصیت برسی؟ خب دیگه زندگی دانشجو دیگه، یعنی من مثلا پیش میومد مثلا تا 9 یا 10 هم سر شرکت بودم کسی کاریم نداشت، یعنی هر ساعتی دلم میخواست میرفتم میومدم. ولی باز من میرفتم خونه همون کلاس مایکروسافتی که میرفتم، خب خیلی مثلا چیزای جذابی برام داشت، میرفتم همونا رو مثلا رو لپتاپم پیاده سازی میکردم و اینا، بالاخره یه جوری باید وقتمو میگذرونم. ولی باز دست و دلم به دست نمیرفت، یعنی همون رشته نرم افزار که میخوندم دست و دلم به دست نمیرفت. و اینجوری هم شد که بعد از 3 ماه تصمیم گرفتم، از بعد از 3 ترم تصمیم گرفتم از دانشگاه انصراف دادم. خب تصمیم گرفتی، بقیه چه چیزی داشتن، چه برخورد داشتن باهات؟ بقیه همه به جز مادرم همه به شدت برخورد منفی و اینکه داری کار اشتباهی میکنی، حتی پدرم هم مخالف بود، مدیر مستقیمم که خیلی چیزا به من یاد داده بود تو شرکت کاملا مخالف بود، ولی خب در نهایت من تصمیمم رو گرفته بودم. منم هیچ وقت نمیگم تصمیم درستی بود یا تصمیم غلطی بود، به هر حال تصمیمی بود که هزینه های خودشو داشت و هزینه شاید برای من خیلی بود، یعنی من اونجا اون هزینه رو پذیرفتم و هزینه ش این بود که من به محصی که از دانشگاه انصراف می دادم هم کارم رو از دست می دادم هم دانشگاه رو، چون باید می رفتم سربازی. خب آقا دیگه در این اندازه نمی دونستم. خلاصه از دانشگاه ترم 3 انصراف دادم، بعد رفتم باید دفترچه سربازی ارسال میکردیم که دفترچه همون پست کردم و به عنوان سرباز 0 چند ماه بعدش رفتم خدمت. البته 6 ماه بیشتر من خدمت نکردم، ولی خب به هر حال همون 6 ماه هم خیلی هزینه زیادی بود برای من. یعنی اینقدر سختی کشیدی؟ آره خیلی سختی کشیدم، چون واقعا سرباز صفر رفتن خیلی سخته توی سربازی به نسبت این که شما با حالا پسرها با لیسانس بخوان برن یا با مدرک بالاتر. خب ببین دلیل این که ترم سوم انصراف دادی دقیقا چی بود؟ دلیلش این بود که اون زمان من نمیدونم الان چطوریه که بخوام به کسی پیشنهاد کنم که مثلا نره اون دانشگاه و نره اون رشته، ولی اون زمان مثلا من داشتم همزمان دوره مایکروسافت رو میگذروندم و همزمان داشتم تمام کارهایی که ما تو دانشگاه قرار بود براش درس بخونیم که در نهایت بریم سر اون کاره رو داشتم انجام میدادم. و مثلا اون موقع اینطوری بود که استادی که میومد به ما درس برنامه نویسی میداد کتابی رو درس میداد که کتاب سال 1990 نوشته شده بود. یعنی منظورت اینه که چون بروز نبودن، چون خیلی قدیمی بودن، چون اطلاعاتشون به دردت نمیخورد، تو خسته شدی و گفتی من دیگه نمیتونم ادامه بدم؟
هم آره هم خستگی بود، همین که خب هیچ جذابیتی برای من نداشت و من هیچ معنایی تو این کار نمیدیدم، چون آدم هر کاری که میخواد انجام بده باید یک معنایی براش داشته باشه دیگه. من هیچ معنایی رو تو این کار نمیدونم که الان من بیام بشینم کتابی که سال 1990 نوشته رو، یعنی سال یک سال قبل از سال تولد خودم، اونم توی حوزه آیتی و برنامه‌نویسی بخونم و بعد بخوام فکر کنم که الان من دارم کار معناداری رو انجام میدم. درسته، درست درکت میکنم، البته نه در حد انصراف ولی درکت میکنم. ولی خیلی برام جالبه که مامانت پذیرفتن، یعنی حمایتت کردن، این خیلی شجاعت بالایی میخواد. آره دقیقا تو خیلی از مراحل زندگی من تنها کسی که اون کاری رو که من میکردم پذیرفت و حتی شاید درونن یه بخشای از وجودشون مخالف بوده، ولی وقتی که میدیدن من مثلا تصمیمم اونه منو حمایت میکردم کاملا. چیزی که ما داریم کلی در موردش تو دوره های مختلف صحبت میکنیم که چجوری والدین به جای حالت کنترلگری حالت حمایتگری داشته باشن، به خصوص تو دوره ارتباط با نوجوان ها خیلی راجع به این توضیح دادیم. چقدر خب. و البته پدرم هم وقتی که دیگه دیدن که خیلی جدیم و اینا، ایشون هم حمایت کردن، یعنی چون دانشگاه آزاد وقتی که میخواین انصراف بدید یه هزینه زیادی باید بابت انصرافتون بدید. مثلا هزینه چند ترمو باید بابت انصراف بدید که اونو پدرم باید میداد اون موقع، و با وجود اینکه این کارو باید میکردن ولی به هر حال حمایت کردن از یه جایی به بعد. و تو هم تصمیمت رو دیگه گرفتی و هزینه تصمیمت هم این بودش که باید بری سربازی و عاقبت، یعنی تمام مسئولیت تصمیمی که گرفتی رو به عهده گرفتی. دقیقا. خب رفتید سربازی، بعد از 6 ماه چیکار کرد؟ چجوری بود چند 6 ماه؟ مگه 2 ساله نیست؟ چند سال سربازی؟ یه اتفاقی افتاد که من معاف شدم دیگه، حالا خیلی تو جزئیات اونا نه. از اون دقیقه 90 ها هستی و هم تو در میرن از این برمون. خب بعد خب سرد سربازی از جلون برداشته شد و دیگه میتونستم هر جایی که میخواستم کار کنم، و همون زمان دوباره برگشتم تهران پیش خانواده. باز دوباره یه خوششانسی که آوردم، یکی از دوستام که اون داشت تازه اون دوره مایکروسافتی که من تو ایران گذرونده بود توی شیراز گذرونده بودم رو میگذرون، از طریق استادشون یه شرکتی معرفی کرد، گفتش که بیا بریم این شرکت کار کنیم ولی بهمون حقوق نمیدن، کارآموزیه. خب منم گفتم باشه، رفتیم اونجا و دوتای مشغول به کار شدیم. اون شرکتی بودش که به یه سری شرکت‌های دولتی خدمات آیتی میداد، و اونجا هم خوشبختانه بعد از 3 ماه که کار ما رو دیدن، با وجود اینکه کارآموزی بود، هم که یه مبلغ کمی با وجود اینکه قولی نداده بودن به همون پرداخت کردن، و اینکه همزمان من یه سری دوره‌های دیگر رو رفتم با همون دوستم تو مجتمع فنی تهران شروع کردم که تخصصم رو گسترش بدم، و اینکه همون شرکت تصمیم گرفت ما رو استخدام کنه، یعنی به ما حقوق پایه میداد و ما استخدام شدیم. ببین اون چیزی که برای من بسیار برجسته است شوق به یادگیری و پیگیریه که دارم توت میبینم، و این خیلی نکته مهمیه برای افرادی که میخوان موفق بشن. دقیقا. خب البته باید علاقه من باشن دیگه که این شوق وجود آره، داشته باشه. آره تو علاقه تو پیدا کردی خوشبختانه. خب ببین به من بگو که چرا به حقوق کم راضی میشدی؟ چرا به اصلا حقوق نگرفتن و کارآموزی راضی می شدی؟ چون که همش فکر میکنم همین شوق یاد گرفتن و شوق این که توی اون شرکت و توی اون کاری که دلم میخواد فعالیت کنم. البته یه بخشش هم اشتباهه، یعنی الان میگم که خب اشتباه هم شاید بوده که من بدون حقوق تصمیم گرفتم یه جا کار کنم، ولی الان به عقب نگاه میکنم راضیم که این کار کردم، چون همون باعث خیلی اتفاقای خوبی شد.
یه فرصتی به من داد برای اینکه خب از اون جو سربازی بیام بیرون و باز دوباره تو همون شرکت جایی بود که خیلی چیزا یاد گرفتم، خیلی فرصت ها به ما داده شد، خیلی تجهیزاتی که شاید ما اگه توی خونه می نشستیم و میخواستیم وقتمون رو توی خونه سپری کنیم و خودمون سلف لرنینگ کنیم و خودمون یاد بگیریم، اون تجهیزات رو در اختیار نداشتیم ولی تو اون شرکت وجود داشتن. و اینکه بالاخره بعدش هم خود اون توی اون شرکت کار کردن باعث میشد که یه سری پیشنهادهای دیگه به آدم بشه، یعنی ارزشش رو داشت از این لحاظ. برای رزومت رو خیلی هم قوی میکرد. دقیقاً. ضمن اینکه خیلی امکانات رو بهت میداده که یاد بگیری، رزومت هم قوی میشده. دیدی هر جا میخوای بری میگن که باید با انقدر سال سابقه کار، بعد نمیدونی از کجا باید شروع کنی. خب ندارم سابقه کار. پس اینجوری با کارآموزی کردن و خوب کار کردن تونستی برای خود نو بسازی. ببینم از نظر اینکه به عنوان یک جوون توی بخصوص دوره دانشجویی، تو نمیخواستی مثلا درآمد خوب داشته باشی که بری بگردی، بچرخی، نمیدونم لباسای آنچنانی بخری، نمیدونم دوستاتو ببریم ور اونور؟ خب خیلی هاشو، خیلی از این چیزهایی که تو داری میگی رو من امکانش رو نداشتم، یعنی به هر حال چه میرفتم چه سر کار چه نمیرفتم سر کار شاید امکانش رو نداشتم و بعضی هاشو هم من علاقه ای نداشتم راستش، یعنی خیلی من آدمی نیستم که دنبال مثلا مهمونی رفتن و مسافرت رفتن با دوستا و اینا با خانواده چرا، ولی اونجوری آدمی نیستم که دنبال این چیزا باشم و حتی اگه دنبال یه سری چیزای اینطوری می بودم که بودم، مثلا خب دوست داشتم، مثلا منم دوست داشتم که مثلا برم بهترین کافه تهران مثلا قهوه بخورم چون عاشق قهوه، یا خب هر آدمی دوست داره که بهترین لباسا رو بپوشه، ولی خب راه دیگه رو جلوی خودم نمیدیدم. میدونستم که یا باید الان کار حالت کارآموزی رو قبول کنم و برم بدون حقوق، که البته بدون حقوقش هم میگم 3 ماهش فقط بدون حقوق بود، بدون حقوق شروع کنم به کار کردن، یا اینکه باید بشینم تو خونه و هیچ کاری نکنم و نگاه کنم و منتظر باشم که یه منجی بیاد و منو از این حالت نشون نجات بده و منم بشم مثل آدم های دیگه. خب مسلماً این کار کارآموزی کردنه در مقابل اینکه هیچ کاری نکنم هیجان انگیزتر بود و حداقل تو داشتی یه کاری میکردی عالی، یعنی به جای قُر زدن. ببینم احساست به اون شرایط چی بود اون تایم؟ احساس اجحاف میکردی؟ احساس میکردی به دارن زور میگن؟ یا لذت میبردی؟ استفاده میکردی؟ نه زیاد احساس اجحاف نمیکردم، اصلا خیلی احساس لذت داشتم و اتفاقا هر وقت که با اون دوستم که از طریق اون رفتیم سر این کار صحبت میکنیم، هنوز هم دوستای صمیمی هستیم، همیشه اون بخشی که تو اون شرکت کار میکردیم با هم دیگه به عنوان کارآموزی و حالا چه بعدش با حقوق، یکی از بهترین خاطرهای کاری هر جفتمون و همیشه همه چیزش با لذت. اتفاقا چند روز پیش داشتم همین یه لایو که نه استوری میذاشتم در مورد کار کردن کار نکردن، یعنی انقدر بعضی ها در مورد اینکه کار نیست شکایت میکنن، بعد که باشون صحبت میکنیم توقعات عجیب غریبی دارن، یا مثلا همون صبوری که تو برای همون 3 ماه هم کردی، یا حتی اون مدت طولانی که کار میکردی برای شرکتی که پدرت معرفی کرده بود رو به خرج نمیدن واقعا و به نیازهای خیلی زودگذرشون میخوان برسن. همین که برن چون یه رستوران خوب یا یه کافه خوب یا یه لباس برند بپوشن به نظرشون باید سریع به اینا برسن، در حالی که این صبوری کردنه و یادگیری میتونه در سالهای بعد منو اصلا یک پله که نه 100 پله با بقیه فاصله بندازه. آره دقیقا. و یه بخشش هم فقط صبوری هست، یه بخشش هم اینه که شاید من جان اون علاقه شون رو هنوز پیدا نکردم. من یه چیز خیلی جالبی بگم، باز از نظر من شاید خیلی ها بگم بدآموزی داره ولی از نظر من نداره، خیلی ها عاشق بازی کردن هم، بازی های کامپیوتری. خب ولی الان دنیا داره به سمتی پیش میره که
خود این بازی کامپیوتر اگر شما واقعا حرفه‌ای باشید شده یه شغل. من دوستانی دارم که درآمد خیلی 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 بالایی فقط از بازی کردن دارن و اسم شغلش یعنی اسم شغلش استریمره، یعنی از میشنن استریمر گمبل میکنن، یعنی شرط بندی میکنن. نه اصلا خلاف نیستش، همون بازی که خودشون دارن انجام میدن و ازش فیلم میگیرن، فیلمش رو همزمان مثل همین الان که من و شما داریم روی اینستاگرام لایو اجرا میکنیم، فیلمش رو روی شبکه های خاصی مثل تویچ و حالا یوتیوب و اینا فیلمش رو انتشار میدن همزمان لایو به صورت زنده و یه سری ها دوست دارن اینا رو تماشا کنن و حالا اون گردانندگی و قدرت فن بیان خودشون که اون بازی کردن خودشون رو هیجان انگیز و خوب جلوه بدن باعث میشه که مخاطبای بیشتری داشته باشن و اصلا معروف میشن تو دنیا و یوتیوب و این شبکه‌های اجتماعی که اینا دارن بازی لایوشون رو روش پخش میکنن بابت این به اینا پول پرداخت میکنن. ولی نکتهش اینجاست که اون کسی که داره این کارو میکنه اون یک کسی نیست که صرفا برای گذروندن پر کردن وقتش داره بازی میکنه، کسی که یه جای از زندگیش به این نتیجه رسیده که واقعا علاقه اصلش بازی کردنه و کسایی هستن که توی مجله های معروف ایران الان شاید با وجود سن کمشون شاید 16 سالشونه 17 سالشونه ولی دارن مقاله نقد بازی مینویسن. و اتفاقا این بدآموزی نیست. ببین من همیشه به مراجعه نوجوانم میگم ببین اصلا شما میگی درس خوندن دوست ندارم، اوکی چه چیزی رو دوست داری؟ یکی میگه ورزش، یکی میگه موسیقی، یکی میگه خب توی همون خوب بشید، توی همون عالی بشید. زمانی که من نه اون ورزش رو درست انجام میدم، نه اون نقاشی رو درست میکنم، نه اون موسیقی رو درست میزنم، نه اون بازی رو به قول تو درست انجام میدم، یعنی فقط وقت طرفیم. یعنی ما میتونیم از علاقه مندی هامون هم پول بسازیم. من خودم از 11 سالگی کار میکردم دیگه، یعنی اصلا چیز بود، زش بود که شما داوطلب نشی برای کار توی مدرسه. مثلا کامپیوتر درس میدادم، بعضی مدتی نقاشی میکشیدم و نقاشی ها رو میفروختم به همسایه ها و کم کم که بزرگ شدم دبیرستان رفتم و سال اول دانشگاه نقاشی هامو به هتل ها فروختم. آره یعنی چیزی که شاید اصلا شبتی به رشته تخصصیم نداشتا ولی انقدر سکرم توش خوب باشم که بفروشم و ازش هزینه یعنی پول در بیارم. واقعا با این حرفت خیلی موافقم، خیلی موافقم. یا مثلا اون چیزی که گفتی، خب اون زمانی که توی اون شرکت کار میکردی دوست نداشتی با دوستات بری بیرون و اینا، من گفتم که من دوست داشتم مثلا برم تو گرونترین کافه شاپای شهر مثلا قهوه بخورم. بعدن اتفاقای افتاد که من از همون قهوه خوردنم درآمد کسب کردم. یعنی مثلا کافه های بودن که چون من مشتری ثابتشون بودم به من پول میدادن، میگفتن تو برو فلان کافی شاپ قهوه بخور ببین قهوه چطوره بیا به ما بگو. این قسمت رو داری شوخی میکنی؟ نه هنوز کافی شاپ ها هست. تو ایران یا توی ویان؟ توی ایران. خدای من هم چیزی نشون، مثلا دیدم تیسترهای غذای مختلف میرن این برم و غذا میخورن دیگه. این خب خیلی کم بودا، یعنی فقط در این حد بود که هزینه قهوه خوردن منو میدادن ولی به هر حال من داشتم همون کاری که دلم میخواست رو انجام میدادم. خیلی جالب بود. بعد این پیشنهاد اونا به تو دادن یا تو به اونها؟ اونا به من پیشنهاد دادن. اصلا چی بگم؟ خب تعریف کن از بقیه مسائل. خیلی داره جالب بود. خب پس تو رفتی تو اون شرکته و سه ماه کارآموزی کردی، بعد اونو خیلی راضی بودن شروع کردن به شما حقوق دادن. خب بعد ادامهش چی شد؟ ادامهش این که از همون شرکت قبلی که من قبل از سربازیم تو شیراز کار میکردم، صاحب اون شرکت میخواست یه هتل 5 ستاره افتتاح کنه که برای اون هتل یه تیم آی‌تی نیاز داشت. یکی از همون افرادی که من اونجا توی شیراز باهاشون کار میکردم به من پیشنهاد داد که
میتونی بیای تو این پروژه با ما همکاری داشته باشی و تو این پروژه خیلی چیزهای جدیدی یاد میگیری. که من اصلا فعالیتم رو توی این پروژه شروع کردم و واقعا هم خیلی چیزهای زیادی یاد گرفتم تو اون پروژه. مثلا تا اون زمان درباره مخابرات، خطوط تلفنی، وایس اوور آی پی و اینا نمیدونستم که همه رو دانشش رو تو اون هتل کسب کردم. و اونجا چون اون هتل نیاز به یک سایت داشت، اولین تجربه طراحی وبسایت من اونجا بود. که البته اون سایت دیگه وجود داره. وقتی به اون الان با توجه به پیشرفت الانت به اون سایت نگاه میکنی چی به ذهنت میرسه؟ این به ذهنم میرسه که من هیچی نمیدونستم از سایت درست کردم، ولی بهشون گفتم سایت درست میکنم. اعتماد به نفس، اعتماد به نفسی که من این کار میکنم. خیلی خوب، خیلی خوب. خب بعد از اون همینطوری من بعضی وقتا رزومه میفرستادم یه سری جاها و همچنان هم داشتم با یه بخش از اون حقوقی که میگرفتم و با حمایتی که از پدر و مادرم داشتم توی دوره‌های مختلف آیتی شرکت می‌کردم. یه بار که رزومه فرستادم به یک از شرکت‌های مربوط به بانک پارسیان، اونا قبول کردن و بهم پیشنهاد کار دادن، ولی خب به دلیل پیشنهاد حقوق پایینشون اون کارو قبول نکردن. دوباره چند ماه بعدش همین اتفاق با بانک ملت انجام شد، البته یک از شرکت‌های تابع خود بانک ملت نه، چون برای بانک‌ها کلاً مثلا 300 تا شرکت مختلف دارن کارهای مختلف آیدیشون رو انجام میدن. یکی از این شرکت‌هایی که برای بانک ملت کار می‌کرد یه پیشنهادی داشت. سلام. ببخشید. برای اینکه پارس نکنه مجبورم که نگهش دارم. خب و اینکه بالاخره اومدم و توی دیتا سنتر بانک ملت مشغول به کار شدم که اونم خیلی خیلی تجربه خوبی بود، چون اولین باری بود که داشتم دستگاه‌های میلیاردی رو که شاید هر کسی فرصت کار کردن باهاشون نداشته باشه رو از نزدیک می‌دیدم و شاید تو ایران تنها جایی که میشد اینا رو دید توی بانک بود. و اونجا هم با وجود اینکه حقوق من کمتر بود به خاطر مدرک تحصیلیم، که مدرک تحصیلیم دیپلم بود همچنان به دلیل انصرافم، و من دقیقا همون کاری رو انجام میدادم که بقیه هم کار رو انجام میدادن ولی با حقوق کمتر. همین باعث شد که دوباره تصمیم بگیرم که تحصیل رو شروع کنم. دوباره تحصیل رو شروع کردم توی بخش علمی کاربردی دانشگاه امیرکبیر و رشته شبکه های گسترده، یعنی اینترنت شبکه های گسترده. اون رشته رو بالاخره فوق دیپلمش رو گرفتم و با همون فوق دیپلممون رشته تونستم پذیرش دانشگاه وین رو بگیرم توی رشته اینفورماتیک که الان دارم اینجا همون رشته اینفورماتیک رو تحصیل میکنم. چه جالب. ببخشید اینجا من یه سوالم، اون شرکت هایی که گفتی بهت کار میدادن اینا که بعدش سر از بانک ملت در آوردی، خب نمی گفتن شما تحصیلات مدرکتو بده، تحصیلاتت کو؟ چرا، همشون می گفتن و اتفاقا بانک پارسیان یکی از دلایلی که نرفتم همین بود، چون که می گفتن من یه حقوق پیشنهادی خاص داشتم که اون حقوق پیشنهادی برای کسی که اگه مدرک لیسانس داشت مقبول بود. و مدیر منابع انسانی اون شرکت مربوط به بانک پارسیان میگفتش که ما اون حقوق رو به شخص دیپلم بر اساس آیین‌نامه سازمانیمون نمیتونیم بدیم، خودمون دلمون میخواد بهت بدیم چون که شما توی مصاحبه فنی تواناییت رو ثابت کردی، ولی بر اساس آیین‌نامه سازمانیمون نمیتونیم این حقوق رو به شخص دیپلم بدیم. و همه اینا مثل اون سربازیه، هزینه این بود که تصمیمی که من گرفته بودم و پاش واسطه بودم. چند بار شد که اون وسط ها پشیمون شدی از این که انصراف دادی؟ هیچ وقت پشیمون نشدم چون خیلی منو جلو انداخت. من بعدش رفتم 6 ماه سربازی و بعد از سربازی همه پسرها میدونن سربازی یه سرد خیلی بزرگیه. بالاخره اون صد از جلوی من برداشته شد و از این لحاظ خیلی خوب بود.
ولی خب خیلی وقتا شد که واقعا سختی کشیدم. مثلا توی همون شرکت که برای بانک ملت کار میکرد یادمه که پاداشای سالیانه که میریختن به حساب بچه ها، همون همکارایی که مثلا کار دقیقا مثل من رو میکردن به دلیل مدرک تحصیلیشون چندین برابر من پاداش میگرفتن و خب این خیلی بعضی وقتا دردآوره. آره. آره آره آره. خب چی شد که بریم دوباره ادامه تحصیلت، چی شد که وین رو انتخاب کردی، چی شد که دانشگاه ملی اتریش رو اپلای کردی و به چه علت اصلا تو رو پذیرفتن؟ دلیل این که من اتریش رو اپلای کردم اینه که خواهرم قبلش اومده بود اینجا و خواهرم هم تحصیل کرده همون دانشگاه و توی همین دانشگاه ملی وین فارغ التحصیل شده. ولی دلیل این که پذیرفتن کلن توی یک زمانی سال 2017 من اقدام کردم، شمسیشو الان یادم چه سالی میشه، ولی توی سال 2017 پذیرش دانشگاه ملی وین خیلی راحت بود به نسبت دانشگاه دیگه، به خصوص این که من داشتم برای نوع بدون فاندش اپلای میکردم، یعنی به نوعی که من میام و خودم هزینه تحصیل خودم رو میپردازم و نیازی به هیچ فاندی ندارم، همیشه این مدلش راحت تره. یکی از دلایلی که اصلا تصمیم گرفتم بیام از ایران خارج بشم این بود که اون دوره‌های مایکروسافت و دوره‌های سیسکو اینایی که توی ایران می‌گذروندم، اینا متأسفانه هیچ کدوم امکان گرفتن مدرک بین‌المللیشون توی ایران وجود نداره و من همیشه دلم می‌خواست توی این حوزه‌ها مدارک بین‌المللیش هم داشته باشم و بیشتر از اینکه بحث دانشگاه بود واسه شاید این بحث بود که به معنیام که اومدم من اینجا یکی از سرتیفیکیت های مهم هم گرفتم همینجا توی وین حتی قبل از اینکه دانشگاه شروع بشه. و یه بحث دیگه شم این بود که من علاقه خیلی زیادی به زبان داشتم و دوست داشتم که بیام یه جایی تحصیل کنم که زبانش یه چیزی به غیر از زبان فارسی باشه که یک زبان جدید یاد بگیرم. و دلیل اینکه دانشگاه وین منو قبول کرد میتونم بگم که دانشگاه وین دلایلش رو هیچ وقت ارائه نمیده، ولی شاید رزومه من بی تاثیر نبود و اینکه احتمالاً مهمترین دلیلش همون رزومه بود اون زمان. ولی در کل بخوام راستش رو بگم دانشگاه وین خیلی راحت پذیرش میده اما فارغ التحصیلی ازش خیلی سخته. آره خیلی ها میگن که ورود شاید راحت باشه ولی بعدش خروجش بسیار سخته، البته برای دوره لیسانس اینجوریه احتمالا، چون برای فوق لیسانس و پی‌اچ‌دی که پذیرش هم خیلی سخت گرفته میشه. خب حالا از اینکه در واقع اپورتونیتی هایی که اونجا به دست آوردی خوشحالی؟ یعنی واقعا سیستم آموزشی اونجا متفاوت از ایرانه؟ سیستم آموزشی اینجا خب راستش دانشگاه نه خیلی، شاید البته دانشگاه هم ما اینجا یه دوره حالت کالج داشتیم که اول باید سرتیفیکیت سطح 3-1 زبان آلمانی رو میگرفتیم، برای همین هنوز من آنچنان وارد درس اصلی دانشگاه نشدم همچنان، ولی حالا اون درس‌های مقدماتی پایه‌ای که داشتیم خب مثلا ریاضی تا حالا داشتیم یا درس‌های اینجوری، اونا خیلی میتونم بگم با دانشگاه‌های ایران شاید فرقی نداره، ولی چیزی که خیلی متفاوتش می‌کنه اجتماعاتی هست که اینجا خود دانشجوها یا خود شرکت‌ها دارن برگزار می‌کنن به صورت خودگردان. مثلا یعنی چی؟ مثلا برفرض یه سری افراد مثل من هستن که به طراحی سایت با وردپرس علاقه مندن، بدون اینکه این افراد از جایی هزینه‌ای دریافت کنن و هیچ سود و منفعت خاصی براشون داشته باشه، تصمیم میگیرن تحت پوشش دانشگاه یا تحت پوشش محل کارشون مثلا هر ماه یک شنبه اول ماه جمع بشن و فعالیتی رو مثلا دوره هم درباره قابلیت‌های جدید وردپرس صحبت کنن.
و چنین اجتماعاتی اینجا خیلی بابه، حتی برای درس های دانشگاهی. مثلا وقتی که شما به یک درس دانشگاهی خیلی علاقه مند میشی، میتونی بری با بقیه دانشجوهایی که دارن اون درس رو دوست دارن که بخونن جمع بشی و یه اجتماع برگزار کنی و سر یه قرار و وعده مشخصی طبق یک نقشه راه مشخصی اون علاقت رو با دیگران سهیم بشی و از تجربه بقیه استفاده کنی. این فقط واسه دانشگاه نیست، واسه کل کسایی که میتونن به اون یعنی واسه کل شهره، هر کس بتونه دوستش رو باشه. همه آره 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 ولی مثلا توی هیتای مختلف هم هستی، حالا زبانهای مختلف، رقص، نمیدونم بازی کردن، چیزای مختلف هستش. ولی چی؟ ولی خب دانشجوها و چیزایی که ربط به دانشگاه داره بیشتر به این زمینه فعالن و این چیزی بود که توی ایران کمبودش احساس می‌شد. البته اون اواخری که من توی ایران بودم، مثلا توی پژوهشکده مخابرات هم یه اجتماع اینجوری برگزار می‌شد، از طرف هم با حمایت پژوهشکده مخابرات و هم با حمایت دانشگاه و بعضی از شرکت‌ها. یک شنبه فکر می‌کنم آخر هر ماه بود که یک جامعه ابری بود که می‌رفتن و اونجا جلساتشون رو برگزار می‌کردن. آره از گروه خودشون بود. این سیستمیه که من توی ایران ندیدم، این چیزی که داری میگی، چون من خودم خیلی دوست داشتم و می‌رفتم. مثلا آدم میتونه کلی دوستای جدید پیدا بکنه، یعنی توی سایت بزنه مثلا من می‌خوام چه می‌دونم زبان اسپانیایی یاد بگیرم، کلی انجمن‌های مختلف هستن که با هم می‌شینن، چه اسپانیایی باشن چه نباشن با هم می‌شینن اسپانیایی یاد می‌گیرن، صحبت می‌کنن، نمیدونم چند رقص های مختلف، زبان انگلیسی، آیلتس، نمیدونم چیزهای مختلف. و این در واقع یک مشارکت اجتماعی هستش که مردم دارن. من نمیدونم به چه انگیزه ای واقعا دور هم جمع میشن. مثلا من خواستم هم یاد بگیرم، ولی مثلا نمیدونم اینو چجوری میشه واسه مردم ایران ترجمه کرد که مثلا شما بیاین هر هفته یک روزی، بعضیشون هم پولی هستن حتی، ولی خیلی ارزون، بیاین دور هم دیگه بشینین و فقط راجب زبان فلان حرف بزنین بدون اینکه یک معلم رسمی وجود داشته باشه. نمیدونم مثلا چقدر این پذیرشش بینه، یعنی این فرهنگش بین ایرانی ها هستش، ولی خود منم واسم خیلی این مسئله جالب و کار رو انداز بود دیگه. این هم چیز جالبی بود گفتیم. خب الان از پروژه هایی که میگیری، از در واقع سابقه که برای خودت جمع کردی، راضی هستی و فکر میکنی چه مهارت هایی توی این سیستم به تو کمک کرد، با وجودی که از نظر تحصیلی مثل بقیه آدم ها جلو نرفتی، یه جور متفاوت رفتی؟ البته کم نیستن آدم هایی که متفاوت باشن، ولی میخوام ببینم که به چه مهارت هایی بیشتر میبالی و خوشحالی که از اونا کسب کردی. یکی از چیزهای جالبی که بودش، من هفته پیش توی تحقیق شرکت کردم که از طرف یه محقق روانشناس اتریشی داشت برگزار میشد. البته تحقیق شخصی بود، اون شخص توی دانشگاه کار میکنه و این تحقیق رو داشت شخصی انجام میداد و تحقیقش این بود که داشت یک مدلینگی میساخت از افرادی که کارهایشون رو عقب نمیندازن، یعنی کارهایی که براشون خوشایند نیست رو عقب نمیندازن و دنبال افرادی بود که این ویژگی رو داشته باشن و من دقیقا یکی از اون افراد بودم که هیچ وقت کارهایی که برام خوشایند نیست رو عقب نمیندازن و همیشه اول انجام میدم. مثال میزنی؟ مثلا فرض کن اینجا ما باید هر سال ویزامون رو تمدید کنیم، بعد خود این پروسه تمدید ویزا به خاطر فرما و کارهایی که داره خیلی پروسه سخت و استرس آوریه و همیشه اون کسی که داره انجامش میده میندازتش عقب، ولی من همون لحظه اول مثلا به محضی که موعدش میرسه اون کار رو شروع میکنم و انجامش میدم. یا مثلا فرض کن که امروز یه ایمیل کاری خیلی سخت برات اومده و تو هی اون ایمیل رو جواب دادنش رو میندازی عقبتر تا مثلا میری سراغ کارهای دیگه و اینا، ولی من همیشه اون ایمیل رو اولین کاری که انجام میدم اینه که اون ایمیل رو جواب میدم. بعد حالا این که تو میگی مهارت که بهش میبالم، من به این مهارت نمیبالم، ولی توی اون مصاحبه که با این شخص داشتم به خاطر تحقیقش و مدل سازی که از من کرد مشخص شد که
دلیل یعنی برای خود منم تا حالا مشخص نبود به این واضحی، ولی توی اون جلسه برای مشخص شد که دلیلش برای من اینه که من استرسم شاید از افراد عادی بیشتره و من دارم از استرسم این استفاده رو میکنم و این استرسم به من کمک میکنه، استرس اضافه من، که من هیچ وقت کارامو عقب نندازم. یعنی از استرسی که همه فرار میکنن تو اتفاقا ازش استفاده کردی برای بهتر شدن، زودتر به کارات رسیدن. دقیقا، و توی مدل سازی دقیقا ما به این نتیجه رسیدیم که دلیل اصلی همه اینا که من دارم کارامو اون کار ناخوشاینده رو زودتر انجام میدم اینه که من دوست دارم زودتر به اون آرامش قبلی خودم قبل از اینکه اون کار رو داشته باشم برگردم. حالا متوجه شدم چرا کارای مشاوره سایت منم سریع انجام میدی. من یه سوال میپرسم قشنگ میدونم که اون موقع اون روز نوید بالاخره جواب رو میده و یه راه حلی پیدا میکنه و برای تیم یه فکری میکنه. ولی خب ممکنه خیلی ها مثلا خیلی آدم ها ریلکس باشن و اینا، یه چیزی که همه بتونن بهش برسن، من پیشنهاد میکنم که کسایی که میخوان توی هر زمینه پیشرفت کنن، حالا به خصوص زمینه آیتی، حتما حتما دنبال دوره های مختلفی که حالا چه توی اینترنت به صورت رایگان گذاشته میشه و چه توی آموزشگاه خود ایران داره برگزار میکنن و خیلی هم استاد خوبی داره، علاوه بر اون کاری که انجام میدن و علاوه بر اون دانشگاهی که میرن یا مدرسه که میرن درسته که دارن، که اون دوره ها هم حتما شرکت کنن. شاید بزرگترین پوینت من این بوده در مقایسه با بقیه همکارام که همیشه این دوره ها رو جدی گرفتم و علاقه من بودم به این دوره ها و هیچ وقت نگفتن که من که خودم همه اینا رو بلدم برای چی برم این دوره، یا نگفتم چرا وقتم رو بذارم وقتی که میتونم صرف کار دیگه ای کنم، چرا باید بیام تو فلان دوره شرکت کنم. و همیشه اونا به من خیلی کمک کرد، چون هر آدمی یه تجربه خاصی در رابطه با یه مسئله داره که وقتی شما توی این دوره های آموزشی شرکت میکنید، درسته که شاید مثلا 80% خودتون بدونید، ولی اون 20% که خودتون نمیدونید خیلی به شما اضافه میکنه، شما رو به اندازه 100% دیگه جلو میندازه. خیلی باهات موافقم، خیلی باهات موافقم، به خاطر اینکه من خودم قشنگ این حسو دارم که مثلا یه نکته کوچیکم که بهم اضافه میشه، اولا که یه حس خوب به خودم میده، بعدم مثلا میبینم که شاید حالا تو محیط کاری که من هستم، تو اون اشلی که من میبینم، بقیه به این نکته نرسیدن یا مثلا زودتر یادش نگرفتن و این خیلی حس خوبی به آدم میده. یه سوال دیگه دارم، خودت چقدر در مقابل یاد دادن به دیگران چیزی راحتی، کلمش رو پیدا نمی کنم، راحتی که در با خیال راحت اطلاعات میدی، دانش میدی، چیزایی رو که یاد گرفتی به دیگران یاد میدی؟ اتفاقا خودم همین الان این تو ذهنم اومد به عنوان عامل بعدی، اینکه اون سایتی که من توش 800 تا تقریبا مقاله تکنیکال دارم که چجوری یه کاری رو انجام بدین، اون سایت اصلا یکی از دلایلی که من تصمیم گرفتم روش فعالیت کنم اینه که اول که ایدهش از کسی بود که توی شرکتش من یه زمانی کار میکردم توی شرکتشون و سایت مال ایشون هست، ولی خب خیلی من مقاله اونجا دارم. بعد مهمترین دلیلی که من اونجا همچنان دارم، الان دیگه من حقوقی از اون شرکت نمیگیرم، ولی همچنان دارم مقاله می نویسم و کامنت های اون سایت رو جواب میدم، مهمترین دلیلش اینه که همه این یاد دادن ها در واقع یاد داشته من برای خودمه، برای اینکه فلان چیز رو یادم نره یا فلان چیز بهتر برام جا بیفته. و این واقعا میتونم بگم که مهمترین عامل موفقیت تو کار آیتیه، اینکه شما چیزی که یاد میگیرید رو بیاید همون رو به یه کسی دیگه آموزش بدید، اون زمانی که شما میتونید بگید که روی اون مسئله سوار شدید و روی اون مسئله مهارت پیدا کردید. تا زمانی که اون رو به دیگران یاد نتونید بدید، همچنان شما دانشتون روی اون
مسئله خاص حفره داره، یعنی همچنان باگ داره، نمیتونید پرش کنید. خیلی هم عالی. چقدر مهارت زبان یاد گرفتن بهت کمک کرده که پیشرفت بکنی؟ زبان یاد گرفتن که خب خیلی بخش مهمیه. من اول بگم که من استعدادم تو زبان به شدت کمه، یعنی خیلی از اون آدمایی هم که زبان رو به شدت سخت یاد میگیرم. حالا دلیلش هم این شاید باشه که کلا آدم کم حرفیم، حتی امشب که خیلی زیاد هستم، ولی در کل تو زندگی روزمره آدم کم حرفیم و غیر اجتماعی، برای همین خیلی دیر زبان یاد میگیرم. اما الان واقعا داکیومنت فارسی خیلی کمه توی خیلی از حوزه ها و زبان یاد گرفتن یک بایده، یعنی هیچ راه فراری ازش نیست توی هیچ حوزه ای. فکر میکنم هیچ راه فراری ازش نباشه، یعنی هر حوزه ای که شما بخواید کار کنید، چه روانشناسی، چه آیتی، چه ورزش، حتی هر چیزی که بخواید فکرش رو بکنید، شما باید زبان رو بلد باشید. و با وجود سخت بودنش و با وجود اینکه من خودم توش هیچ استعدادی ندارم، هنوز که هنوز من توی زبان آلمانی صحبت کردن اینجا بعد از یک سال و نیم مشکل دارم. یک سال و نیم که عددی نیست بالاخره آدم ها. من یه استاد فرانسوی توی یو بی سی دیدم که بعد از سالها، یعنی هیئت علمی بود، خب هنوز استاد خودم بهم گفتش که ببین فلانی و نترس از این که حرف بزنی، این استاد دانشگاه شده هنوزم اشتباه انگلیسی حرف میزنه. آره دقیقا این خیلی هست، یعنی آدم فکر میکنه که هرکس مهاجرت کرده زبانش، مهارت زبانش پرفکته، ولی واقعا اینطوری نیست. خیلی کسایی هستن که 7 سال خارج از کشور زندگی میکنن، هنوز نمیتونن درست زبان خارجی صحبت کنن، بعضن اصلا نمیتونن صحبت بکنن، بعضن اصلا نمیتونن صحبت کنن. ولی اونا واقعا ببین دیدشون رو خیلی محدود کردن. یعنی یکی از نکاتی که من خودم به همه میگم، یعنی هیچ کاری نمی کنید زبان یاد بگیر، و زبانم فقط زبان انگلیسی نیست. من خودم همشه بگیرم دیگه انگلیسی می دونی دیگه اوکیه. بعد مثلا دارم که به زبان اسپانیایی یه مطالب روانشناسی هستش که اصلا من تو انگلیسی ها پیدا نمی کنم، و اگر من الفابت و اون بیس اسپانیایی رو نمی دونستم که بعدش حالا ادامهش دادم، واقعا نمی تونستم اونقدر قشنگ اینا رو فالوآپ بکنم و یاد بگیرم. یعنی قشنگ جهان بینی آدمو گسترده میکنه. بعد آدم متوجه میشه چرا مثلا یه سری جوامع یه رفتارهای خاصی دارن، چون توی زبانشون خیلی مشخص میشه. یه سری جوامع دیگه نه ندارن. مثلا ما خودمون، من خودم این مشکل داشتم، من خودم خیلی به زبان فارسی زیاد صحبت میکنیم خب، ولی روشن و شفاف صحبت نمیکنیم، خلاصه نکاتمون رو نمیگیم. خب من اینو توی اسپانیایی هم تقریبا مثل ما هستم، ولی من اینو توی انگلیسی یاد گرفتم که آقا شفاف بگو چی میخوای، برو سر اصل مطلب و خلاصش بکن. بعد این خودم رو هیچ طور آموزش هایی هم که دادم توی کانال تلگرامم یا مثلا همین پیج اینستاگرام، قشنگ میبینم که چقدر طولانی میگفتم، بعد هی خودم خلاصه کردم، هی خلاصه کردم، هی خلاصه، هی شفافتر کردم تا به اصل مطلب برسم. و این موضوع خیلی مهمه. این تا شما هر چی همت بگن خلاص صحبت بکن، شاید متوجه نشی تا زمانی که بخوای بری یه زبان جدید یاد بگیری و مجبورت بکنم توی امتحان نکات اصلی رو بنویسی. دقیقاً خلاص سازی کنه. آره تو ایران داریم دیگه، مثلا واسه استاد جواب سوال بلد نیستی بنویس، حالا هر چی که میدونی همونجا نشأت میگیره، ولی همچین چیزی اونجا نیست. جوابو بگو برو، بلد نیستی حرف اضافه نزن. دقیقا. حالا همین زبان اضافه بلد بودن و من یه چیزی بگم، من اول لایو امشب گفتم که الانم به عنوان مشاور غیر وابسته مایکروسافت کامیونیتی کار میکنم. من زمانی که مایکروسافت کامیونیتی رو اپلای کردم، برای پشتیبانی زبان انگلیسیش اپلای کردم، چون اون موقع با زبان انگلیسی راحت تر بودن، و بعد از 4 ماه دیدم هیچ جوابی نیومد. من اپلیکیشن رو فرستاده بودم و هیچ خبری از مایکروسافت نشد. اما به محض اینکه به زبان قطع شد یه لحظه.
آره، تا کجا رو داشتی؟ اما به محض اینکه به زبان آلمانی اپلای کردی؟ به محض اینکه به زبان آلمانی تو مایکروسافت کامیونیتی اپلای کردم، بعد از یک هفته اپلیکیشن من اکسپت شد، چون توی اون زبان آلمانی تعداد کمتری آدم بودن که بتونن توی این حوزه بخوان کار کنن، و اینجا یه پوینت شد، یه پلاس یعنی شد، یعنی موقعیت های کاری آلمانی بیشتری هم برای آدم میاره. دقیقا. عالی عالی. خب موافقی کامنت رو باز کنیم یا نکته دیگه هم هست که بخوای بگی؟ نه نکته نیست. خب بگید ببینم که از این لایف آیا سوالی دارین، بازخوردی میخواییم بدین، چی هستش بگید. نویدم ببینه که خب خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. اینجا سه تا سوال پرسیدن، بذار ببینم. مرسی، سلام. اینو میشه لطفا جواب بدی؟ حوزه البته من دیکتم خوب نیست، من رسیدم، ولی نازنین عزیز، حوزه با رزه دیگه ببین چیه که منم میگم. ولی درک نمی‌کنم این سوال رو کسایی که لایو رو میبینن میبینن یا من بخونم از روش که بفهمن سوال چیه؟ اگر که همه میبینن اگه حوزه درسی متفاوت باشه ولی کنارش رشته کامپیوتر مطالعه بشه و مهارت به دست آورده بشه، به جایی میرسی؟ 100% به جایی میرسید، چون که اول که شما تو هر حوزه‌ای که باشید 100% باید مهارت کامپیوتر رو علاوه بر مهارت زبان یاد بگیرید. الان تمام رشته های زیست شناسی، تمام رشته های روان شناسی، حوزه علوم انسانی، همه این رشته ها تو دانشگاه ملی وین نیاز دارن که شما یک واحد زبان آر پاس کنید، که زبان آر زبان تحلیل داده هاست و کاملا به حوزه آی‌تی برمیگرده. از اون طرفش هم صادره، اولین کسی که توی اولین تجربه کاری من همه چیز رو به من یاد داد، رشته خودش چیز دیگه ای بود، ولی اومده بود توی حوزه آیتی مشغول به کار شده بود به خاطر علاقه زیادش، به شدت آدم پری بود و به شدت چیزهای زیادی به من یاد داد، و از این نمونه آدم ها من خیلی دیدم که رشته دیگه خوندن ولی بعدن فهمیدن علاقه توی این حوزه هم دارن، به خصوص توی حوزه طراحی وبسایت و چیزای اینطوری، چون طراحی وبسایت اینو من خیلی شنیدم. کوشیار خیلی میگه که مثلا چی بلد نیستی حداقل برو مثلا طراحی وبسایت و اینا یاد بگیر، ولی خب به نظرم خیلی دیگه وقتگیر نیست، خیلی سخت نیست؟ خب همه چی سخته، ولی حوزه ای که طراحی وبسایت که نیاز به مثلا این نداره که شما به ریاضی مسلط باشید، ولی مثلا شما بخواید به برنامه نویس بشید خب باید یه بیس ریاضی بدونید، حوزه ای که باید به نسبت پیش نیاز کمتری میخواد. خیلی هم عالی. بچه چه دوره ای رو پیشنهاد میکنی برای بچه هایی که اصلا هیچ آیدیایی در مورد کامپیوتر ندارن و میخوان در کنار رشته همین جوریشون برن یاد بگیرن؟ اگر سنشون کمتر از 18 سال باشه، خب توی ایران هم دوره ICDL هست که شاید بکنید خیلی مقدماتی اما خیلی لازمه حتما. دوره ICDL اولین دوره ای که هر کسی زیر 18 سال میتونه بره و یاد بگیره. بعد از اون دوره A پلاس هستش، دوره A پلاس، یعنی Aش A بزرگ انگلیسی و پلاسش به علاوه. این دوره هم تو تمام مؤسسات ایران آموزش داده میشه، آشنایی مقدماتی با سیستم عامل های مایکروسافتی، ویندوز و سخت افزار کامپیوتره. این دوتا دوره که بگذرونن خودشون باز میتونن خیلی دید وسیع تری پیدا کنن به اینکه علاقه شون چی هست، و اون موقع بر اساس علاقه شون میتونن دوره های دیگر رو انتخاب کنن. عالی، مرسی. مهارت بدون مدرک به درد میخوره؟ 100% اصلا توی اروپا که شما زمانی که بتونید اثبات کنید مهارتی رو دارید تقریبا مدرکش اهمیتی نداره، به جز برای موارد اداری و اقامتی. آها، برای اقامتی منظور چیه؟ مثلا آلمان خب یه سری قوانین داره که
اگر شما بخواید یک نوع خاص اقامت کاری رو بگیرید، اگر لیسانس داشته باشید به بالا اون اقامت کاری رو بهتون میدید. البته این به این معنا نیست که همه اقامت های کاری این شکلی هن. ولی خب بدون مدرک بعضی از فرصت های اینطوری رو از دست میدید حتما. خب پرسن نبید ناهید غیور میشناسی؟ من نمیم چه سوالیه. آیا الانم از خود راضی هستی که دانشگاهو ترک کردی؟ بابا ادامه داد بعدش دیگه، بعد از یه مدتی ادامه داد، ولی حالا دفعه اولت که انصراف دادی. آره الان واقعا راضی هستم، ولی شاید اتفاقات خوبی بعدش افتاد که راضیم، یعنی شاید میتونست همین قضیه برای شخص دیگه طور دیگه پیش بره، ولی من راضی بودم کاملا توی اون تایم. ببین همین که میگی مسئولیت تصمیمت پذیرفتی و هزینه هاشم پرداخت کردی، بابا سربازی رفتن کم چیزی نیست، بعدش به خاطر اینکه دیپلم داشتی حقوق کمتری بگیری چیز کمی نیست، واقعا هزینه سختی رو پرداخت کردی، ولی به هر حال حالا این راهی بوده که ادامه دادی و شاید همین لازم بوده که الان اونجا باشی. واقعا اینو من خیلی بهش اعتقادم. خب پرسیدن من کامپیوتر نرم افزار خوندم اما عملی صفرم، پیشنهادی برام داری؟ پیشنهاد که اول از همه همون دوره های توی مؤسسه های آزاد ایرانه، مؤسسه هم توی ایران مؤسسه خوب تا دلتون بخواد داریم. و پیشنهاد دوم اینه که الان دنیا طوری شده که همه چی روی اینترنت وجود داره، یعنی شما کافیه یوتیوب رو باز کنید یه دونه بزنید هزار تا آموزش مختلف که میتونید ساعت‌ها و ساعت‌ها باش مشغول باشید و چیزای جدید یاد بگیرید به صورت کاملا رایگان. خب کسی که علاقه نداشته برشته ای بره در اون علاقه پیدا کنه چی؟ بره برشته من فهم کنم سوالشون اینه که کسی که علاقه برشته ای نداشته بره تو رشته کامپیوتر دیگه، چون صحبت ما اینه علاقه پیدا این میکنه. این تخصصی من نیست در حوزه این که کسی علاقه نداشته باشه بره توی رشته علاقه پیدا کنه، به نظر من یه چیز روانشناختیه. من واقعا جوابشو نمیدونم و تا حالا با موردش روبرو نبودم. ببین بلا تکلیفی این نشون دهنده بلا تکلیفی و تردید هستش، ولی به هر صورت من میگم که شما اگر دیگه اینقدر بلا تکلیف هستین، کما اینکه من واقعا قویاً اعتقاد دارم که هر آدم یه سری استعدادا داره که میتونه ازش استفاده بکنه، فقط باید نور بشناسه. یعنی یه آدم بی استعداد ما تو دنیا نداریم. یعنی شما هر کیو بیارین جلوی من بهم بهتون ثابت میکنم این فرد توی بخشی از شخصیتش و مهارتش استعداد داره. خب همونو بگیره بره جلو میتونه موفق باشه. حالا اگر علاقه پیدا کرد که چه بهتر، اگر علاقه پیدا نکرد یه سری از استعدادهای ما کمک میکنن که ما چیزایی رو پیدا بکنیم که مبنی بر علاقه‌مونه، یا یه چیزی رو به علاقه‌مون تبدیل بکنیم. این دیگه یه سری مهارت سازش پذیریه که در موردش توی لایو قبلی هم خیلی صحبت کردیم با آدم معمولی موفق قبلی. خب چطوری میشه زبان برنامه نویسی چی خوبه؟ برنامه نویسی همونو گفت طراحی سایت منظورشون دیگه. نه خب زبان برنامه نویسی ها خیلی حوزه های مختلفی دارن. ببخش یه بحث الان یک بحثی که خیلی براش کار زیاد هست و توی دنیا مطرحه، خب قطعا هوش مصنوعیه که میتونه بالاترین سطح زبان برنامه‌نویسی باشه، زبانایی که به هوش مصنوعی مرتبطن. بعد زبانای داده کاوی هستن مثل زبان آر یا زبان پایتون هم میتونه یه زبان داده کاوی باشه، زمانی که شما یه حجم عظیمی از اطلاعات رو باهاش روبرو هستید و بخواید تحلیل آماری روشون انجام بدید. یه بخش دیگه زبان ها هم زبان های در واقع فانکشنال، زبانی که یه فانکشن خاصی رو به نرم افزار رو اضافه میکنن، مثل همون زبان سی که خیلی ها میشناسن یا زبان سی پلاس پلاس یا زبان جاوا. و یه بخشی هم زبان های طراحی وب هست. شما تو هر حوزه ای که علاقه داشته باشید و برید و شرکت کنید از این بخش هایی که گفتم همه اینا الان
کارهایی هستن که تاپ تنای دنیا هستن، یعنی همه شرکت ها در به در دنبال نیروی این کارا هستن. آره تو رشته های شما خیلی خوب کاره و خیلی خوب فانده. من حتی افرادی دقیقا. میشناسم که اصلا درس نخوندن توی اون کشور مستقیما تونستن کار پیدا بکنن. یعنی رشته آیتی یکی از و الان هم که هوش مصنوعی اصلا داره حرف اول رو میزنه، کم کم داره همه چی مصنوعی بودن تبدیل میشه، شما داری فرار میکنی. خب چطور هدفمون رو پیدا کنیم یا علاقمون رو؟ قبلا در موردش صحبت کردیم. هدف گذاری، برنامه ریزی، لطفا اون لایو رو ببینیم چون نوید مسلما بیچاره گیرش آوردیم ما. در حوزه منی خب نوید چجوری میتونم ازت مشورت بگیرم؟ اولا که حوزه مشورت دهی تو چه حوزه ایه؟ بعدش هم که چجوری میتونم ازت مشورت بگیرم؟ حوزه مشورت دهی من بیشتر تو حوزه آیتی و شبکه هستش و بعدش تا حدود طراحی وب. برای مشورت گرفتن هم میتونن مستقیم به پروفایل اینستاگرام هم مراجعه کنن، یا اگه تو اینترنت اسم من سرچ کنن هم وبسایت تکتیک میاد بالا که اونجا میتونن کامنت بذارن که تعداد کامنتاش هم خیلی زیاده. من همیشه کامنت ها رو، هیچ کامنتی رو تا حالا یادم نمیاد بدون پاسخ گذاشته باشم، مگه اینکه بلد نبودن جوابش رو نوشته بودم که بلد نیستم متاسفانه. ولی معمولا ظرف 72 ساعت به کامنت هام تو هر شبکه اجتماعی جواب دادم. خیلی عالی، خیلی عالی. خب الان میشه لطفا بگی، چون وقتی که پست میکنم دیگه یوزرت نمیاد، یوزر اینستاگرامت رو بگو لطفا. نوید ویولا، که نوید NAVIDVIOLA. خب عالی، میتونید بهش دایرکت بزنین. یکی از دوستاتون تشبه آورده و میگن اینو به عنوان فردی که به نوید نزدیکه میگم، ویژگی که خیلی ازش خوشم میاد اینه که تو هر کاری خوب جلو میره و هر کسی ازش مشورت بخواد کاملا مایل داره. اینو واقعا باش موافقم. یعنی واقعا من توی حوزه سایت هم وقتی مشورت گرفتم اصلا، یعنی یه جوری شده که عزیزانی که دارن سایت رو درست میکنن و حالا بالا میبرن و از نوید میترسونم دیگه، میگم اگر ببینم نوید از شما ایراد گرفت خیالتون راحت باشه. و خلاصه به خصوص تو خوشقولی، به خصوص تو اینکه اگر چیزی هم بلد نباشه میره سرچ میکنه و دیگه با خیال راحت میتونید بسپارید دیگه. چون من نوید واقعا آدم سختی هستم توی کار کردن، یعنی هر کسی واقعا نمیتونه با من کار بکنه چون خیلی باید مثلا ذهن فعالی داشته باشه. به قول یکی از افرادی که الان نزدیک به 8 سال داریم با هم کار میکنیم، میگه تو خیلی دختر چالشی هستی، خیلی باید با چالش داشت که مثلا به اون نتیجه که میخوایم برسیم. ولی واقعا تو خیلی صبوری، یعنی خیلی صبوری. و آره من دفعه که من اومدم پشیمون بشم گفت نه درستش میکنیم، مشکلی نداره. خب مرسی، مرسی از همه که این همه انرژی خوب به ما میدن، ممنون از حمایتتون، مرسی از این که طبق معمول لایو رو میبینید، پیشنهاد میدید و باعث دلگرمی من و مهمانان من هستید. نوی جان خیلی ممنون که تایمتو گذاشتی، میبخشید که زمانت رو گرفتم، ولی خیلی خوشحال شدم، ممنونم از حضورت. و همچنین من ممنونم از کسایی که وقت گذاشتن و این لایو رو تماشا کردن و ممنون از تو. مرسی، خدا نگهدار، خدا حافظ همگی. بفه.